دوست خوبم سلام. امروز به خیابون داریوش شیراز یا اونطور که بعد از انقلاب بهش میگن خیابون توحید اومدم تا شما رو با یکی از خیابونهای مهم و قدیمی شیراز آشنا کنم. در دوره قاجار این محدوده تقریبا در انتهای محدوده شهری و نزدیک دروازه‌های خروجی شهر بوده، از این بابت خیلی پرتردد و خیلی حالا محبوب نبوده و موقع که آسفالت نبوده، راه خاکی بوده و اون زمان به اسم خیابان محمودیه میشناختن اینجا رو. توی دوران پهلوی، توی جنبش خیلی بزرگی که برای نوسازی چهره ایران آغاز شد، چهره شیراز هم به کلی تغییر میکنه و این خیابون هم نوسازی میشه. اسمش رو توی دوره پهلوی به افتخار داریوش شاه بزرگ هخامنشی به خیابون داریوش تغییر میدن. بعد از انقلاب اسم خیابون داریوش رو عوض میکنن و به خیابون توحید تغییر میدن. امروز هم توی نقشه های شهری با همین اسم میتونیم پیداش بکنیم. البته مردم شیراز هنوز اینجا رو به اسم خیابون داریوش میشناسن. خیابان داریوش ارتباط بین بلوار کریم خان زند تا خیابان لطفعلی خان زند رو از طریق چهارراه زند تا کل مشیر، یا امروز بهش چهارراه مشیر هم میگیم، از این طریق برقرار میکنه. شمال خیابان داریوش به چهارراه زند و جنوبش هم به چهارراه مشیر یا کل مشیر منتهی میشه. از سمت غرب خیابون داریوش به خیابون انوری متصل هست و اگر از سمت شرق از خیابون داریوش خارج بشیم به بافت تاریخی شیراز و خیابون نمازی و محوطه تاریخی زندیه میرسیم. راه های دسترسی به خیابون داریوش رو هم براتون بگم که میتونید با اتوبوس، تاکسی و مترو به راحتی به این خیابون برسید. ایستگاه مترو چهارراه زند دقیقا ابتدای خیابون داریوش هست و ایستگاه اتوبوس شهری هم با فاصله خیلی کمی از ایستگاه مترو قرار گرفته. تقریبا تمامی خطوط اتوبوسرانی مسیر میدان نمازی تا فرکه ولیعصر و فرکه گل سرخ ابتدای اینجا ایستگاه دارن. چقدر جالب، این خانم هم دیدید که با بزغالش اومده بود قدم بزنه، تا به حال ندیده بودم پتش بزغاله هست. مسیر تاکسی بولوار زند هم یکی از ایستگاه‌های مهمش، یکی از توقفگاه‌های مهمش همین ابتدای خیابون داریوش هستش که تردد به اینجا رو خیلی آسون می‌کنه. از سمت خیابون لطفعلی خان یا در واقع از سمت جنوب هم که بخوایم به این خیابون بیایم، هم با اتوبوس و هم با تاکسی دسترسی بسیار آسون و راحتی داره. بعد از
خیابان داریوش محل خیلی از اولین های شیراز بوده. مثلا اولین سینما تئاتر شیراز با اسم سینما تئاتر رکس در سال 1330 با نمایش فیلم برادران کارامازوف توی شیراز آغاز به کار میکنه. بعدها اسم این سینما رو به سینما تخت جمشید تغییر میدن و میشه پاتوق خیلی از هنرمندان مهم شیراز و ایران. دم در ورودی سینما تخت جمشید داروخانه آلمانی افتتاح میشه که هنوز هم داره کار میکنه و کلی هم اغذیه فروشی اون اطراف بوده. توی دهه 1360 این سینما رو آتش میزنن و بعدش هم یکی از ارگانها محل سینما رو مصادره میکنه. بعدم ولش میکنن تا مخروبه بشه. بعدها توی انتهای دهه 70 و ابتدای دهه 80 به جای سینما رکس یا همون سینما تخت جمشید یه پاساژ درست میکنن به اسم پاساژ شهر. خب اینجایی که الان من هستم انتهای خیابان داریوش به چهار راه مشیر یا اونطور که قدیمتر بهش میگفتیم کل مشیر هست. کل ها توی حالا گویش شیرازی به نوعی شکاف های بین دیواره شهر، بین حصار شهر بودن. من برم اون بر خیابون، اون دست خیابون رو هم بهتون نمایش بدم. کارکرد اصلی کلها اینطوری بود که اگر کسی بعد از وقت بسته شدن دروازه های شهر به شهر میرسید، حالا کسایی که بیرون از شهر کار داشتن یا دیر میرسیدن، برای اینکه شب رو بیرون از دروازه های شهر نمونن، از بین این کلها که حالا یه شکاف های باریک در حد عبور یک نفر بوده عبور میکردن، میمرن وارد شهر میشدن. اینجا در واقع انتهای شهر شیراز بوده. خیابون داریوش یه رکورد خیلی جالب هم داره که در واقع رکورددار بیشترین تعداد پاساژ توی یک خیابون توی شیراز است. همین الان هم دارم از جلوی یه پاساژ رد میشم. اولین پاساژ شیراز توی همین خیابون داریوش ساخته میشه. توی سال 1303 دو نفر از تجار جامعه یهودی شیراز توی این خیابون، تو محله خیابون، یک کاروانسرا درست میکنن تو حاشیه شهر. حالا اون موقع هنوز رسم کاروانسراداری برپا بوده و اینجا هم که انتهای شهر نزدیک به دروازه شهر بوده، یک کاروانسرا درست میکنن اینجا. تأکید بر روی اینکه توی تاریخ شیراز نوشته شده که اینها یهودی بودن رو واقعا دلیلشون نمیدونم، ولی خب با تأکید هر جا که ذکر شده در مورد یهودی بودن این دوستان صحبت شده. نکته جالبی هست برای خودم. این گاراژی که در واقع این کاروانسرایی که درست میکنن، بعدها توی دهه 1320 توی جریان جنگ جهانی دوم تبدیل میشه به تعاونی ارتش و انبار و گاراژ قلعه. حوالی سال 1327 مردم به قسمت جنوبی این گاراژ یا این کاروانسرا کم کم لفظ پاساژ رو اطلاق کردن و خیلی زود هم به کل مجموعه گفتن پاساژ. خیلی زود صاحبان این منطقه اسمش رو به پاساژ شرق تبدیل کردن. اولین پاساژ شیراز پاساژ شرق هست. این پاساژ شرق تا امروز هم مشغول به کار هست، فعال هست و ساختمان بسیار محکمی داره.
میگن که از تیراهن داخلش استفاده نشده، ولی خب خیلی ساختمون مستحکمی هست و بعضی هم میگن که از عجایب معماری دوره پهلوی هست. اصولا ما تو خیابون داریوش تعداد بسیار زیادی پاساژ داریم، هر دو طرف خیابون رو وقتی نگاه بکنید تعداد زیادی پاساژ میبینید. ابتدای خیابون داریوش یک پاساژ خیلی مهم داریم به اسم پاساژ صوت و تصویر فارس یا مرکز صوت و تصویر فارس، که به عنوان مهمترین مرکز فروش تجهیزات موبایل، خود موبایل، تعمیرات و لوازم جانبی شناخته میشه. تقریبا از تمام استان به اینجا مراجعه میکنن و حتی از استانهای همجوار. یکم که به وسط خیابون داریوش نزدیک بشیم پاساژ شهر رو میبینیم که در موردش صحبت کردم، به جای سینما تخت جمشید ساخته شده. و یه پاساژ خیلی مهم دیگه هم توی خیابون داریوش هستش که به اسم پاساژ کازرونیان میشناسیم. این پاساژ مهمترین مرکز خرید و فروش تجهیزات ورزشی هست که بازم از سراسر استان و استانهای همجوار به اینجا مراجعه میکنن. تا حدود 20 سال پیش، یعنی اواخر دهه 70 اوایل دهه 80، اصناف خیلی زیادی توی خیابون داریوش مغازه داشتن. اغذیه فروشی بود، پارچه فروشی بود، لباس فروشی بود، حتی تعدادشون خیلی زیاد هم بود. باشگاه بیلیارد اینجا بود. قبل از انقلاب اینجا یه کازینو یا یه چیزی هم بود که بعد از انقلاب میزن تخریبش میکنن، بعد مصادرهش میکنن. از اوایل دهه 80 با رواج لوازم الکترونیکی و موبایل کم کم این خیابون تبدیل میشه به مهمترین مرکز صنف لوازم موبایل و لوازم الکترونیکی و لوازم خانگی و لوازم الکترونیکی و چیزهای از این دست. بیشتر تعداد مغازه ها الان در این رابطه است توی این خیابون. اینجا موز میفروشن، منم خیلی گشنمه یه موز بخرم، یه زیر گشنگی مو رفت کنم. موز دونه چند؟ موز که برشتون؟ دونه این یه دونه برم بده، یه دونه سالم تا تمیز برم بده. خب همونطوری که احتمالا شنیدید موز رو هر کیلو 85,000 تومان میگفت. ما تو ایران یه شوخی داریم که حالا خیلی هم شوخی نیست، یه ذره جدیه.
گفته میشه که قیمت هر کیلو موز یک دلار هست. اگر 85,000 تومان یک دلار در نظر بگیریم، میتونیم این نرخ رو برای خرداد ماه 1402 حالا ثبت بکنیم. البته نرخ رسمی دلار امروز چیزی حدود 55 تومان تو بازار هست. الان که من دارم توی خیابون داریوش قدم میزنم، عصر یک روز گرم خرداد ماه هست، حوالی ساعت 5:30 عصر و دمای هوا حدود 32 درجه سانتیگراد هست. به خاطر گرمای هوا خیلی از این مغازه ها هنوز رسما باز نکردن یا کارشون شروع نکردن، مردم هم به خاطر گرمای هوا کمتر تو خیابون هستن، ولی به صورت کلی اینجا ترافیک و تردد خیلی زیاد هست، هم ترافیک ماشینی و هم ترافیک انسان به صورت پیاده و رفت و آمد توی خیابون به کندی انجام میشه. سمت راست من هم این ساختمان زرد رنگ همون پاساژ صوت و تصویر فارس هست که قبلتر بهتون گفتم مرکز خرید و فروش موبایل و تجهیزات جانبی و تعمیرات هست. مراجعه و تردد به اینجا خیلی خیلی زیاد هست. اصلا یکی از دلایل ترافیک بلوار زند وجود همین پاساژ در نزدیکی بلوار زند هستش که همیشه اینجا شلوغ کرده. این هم همون خانمی که با بازغالش داشت قدم میزد، خیلی جالبه. جالبه قلاده هم به بازغاله نبسته، بازغاله همچنین دنبال سرش راه میفته. خب الان من به چهارراه زند در واقع ابتدای خیابون داریوش رسیدم. قبلتر بهتون گفته بودم که خیابان داریوش از اینجا به سمت خیابان لطفعلی خان یک طرفه هست. این دست خیابان هم اون سمت چهار زند یک گاراژ یا در واقع کاروانسرای قدیمی رو داریم میبینیم که به نوعی از نمادهای شیراز هست و تو خیلی از عکسهای قدیم شیراز هم دیده میشه. اون ساختمان بلندی هم که میبینید هتل آسمان هست، هتل آسمان که سالها است در حال ساخت است. این ساختمان به خاطر اینکه حریم بصری ارگ کریم خان رو نقض کرده، صاحبش آقای سجادیان با میراث فرهنگی به نوعی درگیری درست کرده. میراث فرهنگی اجازه ساخت و ساز و ادامه ساخت و ساز و بهره برداری رو بهش نمیده، بارها هم اینجا رو تخریب کرده و ولی خب این بنده خدا لش کرده ساختمان رو قدش رو کوتاه نمیکنه. این جلوتر هم در این ایستگاه مترو بلوار زند رو میبینید ابتدای خیابان داریوش. خب دوستای خوبم، امیدوارم که از محتوای این ویدیو خوشتون اومده باشه و اطلاعات براتون جالب بوده باشه. احتمالا خیلیاتون بچه همین محله هستید یا از این خیابان خاطره های جالبی دارید. لطفا حتما در مورد خاطراتتون برام بنویسید، حتما میخونم، حتما باید خیلی جذاب باشه. و اگر هم که فکر میکنید که این ویدیو جذاب هست، این سبک ویدیوها رو دوست دارید، لطف کنید که حتما لایک بکنید و کانال رو هم سابسکرایب بکنید. تا ویدیوهای بعدی خداحافظ.